بسم الله الرحمن الرحيم. اگر حیات و زندگی انسان فرق کرده، از مهمترین عناصر این سمود مشاهده کنید که خدا چه قسم ضرر بر بادشان کده. حالا این رب العزت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تشریف آوردی عزیز صاحبای محترم و برادرهای ارجمند، در این حلقه درسی عقیده و ایمان خیر مقدم میگویم و الله جل جلاله همه ما شما را ثبات و استقامت و استحکام در راه راست و صراط مستقیم نصیب فرماید. در رابطه با درسهای عقیده، قسم که ما شما از چندین حلقه به این طرف درسای عقیده را آغاز کرده بودیم و صحبت ما شما در رابطه با اولین عنصر از عناصر ایمان که عبارت از ایمان آوردن به الله واحد و یگانه می باشه ادامه داره. عنصر ایمان آوردن به الله که از مهمترین عناصر ایمان است و تمام عناصر ایمان در دور و بر ایمان آوردن به الله جل جلاله چرخ میزنه. چرا ایمان ما به ملائکه و به انبیاء علیهم السلام، کتابهای سماوی، روز قیامت، همه و همه به جهت درست شدن ایمان ما شما به الله واحد و یگان است. و از همین جهت است که ما شما گفتیم که ایمان به الله جل جلاله از انسان مؤمن و مسلمان سه چیز اساسی را تقاضا میکنه و هر زمانی که ما به الله واحد و یگانه ایمان می داشته باشیم، باید که این سه چیز در ایمان ما به الله جل جلاله وجود داشته باشه که تا ایمان ما به الله واحد و یگانه تکمیل شود. و این سه عنصر اساسی در قدم اول از ما شما اثبات وجود الله واحد و یگانه را تقاضا می کند که ما شما ثابت بسازیم که الله وجود داره. و بامی خاطر بود که در چندین حلقه در رابطه با دلائل اثبات وجود الله واحد و یگانه، از خلال دلائل نقلی، از خلال دلائل عقلی، از خلال دلائل فطری، از خلال دلائل انفسی که متعلق به خود انسان میشه، از طریق دلائل آفاقی که متعلق به جهان و کائنات میشه، نمونه های پیشکش کردیم و گفتم که اگر راه شناخت و معرفت ما شما به الله واحد و یگانه فقط این همین مخلوقات هست که الله خلق کرده و پیدا کرده، و هر قدر که ما شما به این مخلوقات تفکر میکنیم و تدبر میکنیم و عظمت و جلال و وحدانیت یگانگی الله را در او مطالعه میکنیم، به ما اندازه معرفت و شناخت ما شما به الله جل جلاله بیشتر شده میره. پس یکی از مهمترین قضایایی که قرآن از ایمشان میایه و ما شما انسانهای مؤمن و مسلمان به او متوجه میگردانه، یکی هم تفکر و تدبر، نظر اندازی و سیل کردن در این جهان و کائنات است
از کوچکترین پدیده گرفته تا بزرگترین پدیده را الله جل جلاله با شما را متوجه می سازه. از آسمان، از زمین، از حیوان، از نباتات، از حشرات، از ستاره ها، از آفتاب، از ماهتاب، از آمدن شب و روز، از زنده کردن انسان ها، از میراندن همه از این چیزها را قرآن از امشان می آید و برای ما شما بیان میکنه که تا بهترین دلیل برای انسان های مؤمن و مسلمان جهت تقویه ایمانشان باشه و بهترین دلیل و برهان برای انسان های غیر مسلمان جهت ایمان و عقیده شان باشه. انسان مؤمن و مسلمان که به الله واحد و یگانه ایمان داره و ایتا نگه خلاص اگه ما به الله ایمان داره نگال چی نه این آسمان فکر بکنم، در شب و روز فکر بکنم، در رابطه با این نبات فکر بکنم، نه ما و شما تفکر و تعقل ما جهت تقویه ایمان ما تو می باشه، جهت ازدیاد معرفت و شناخت ما با الله می باشه. اما زمانی که یک انسان غیر مسلمان، یک انسان بیدین، یک انسان کافر در رابطه با این مخلوقات در مورد از ما و شما صحبت میکنه و یا یکی خودش تفکر میکنه و از خلال از این حقایق فطرتش بالاخره پاک میشه و ندا میزنه که آی جهان و کائنات آفریدگار داره، از بخاطر چی می باشه؟ بخاطر ایمان و عقیده می باشه. قسمه که در حلقه های گذشته گفتم براتون برادر اسلام که تنها اثبات وجود الله جهت ایمان و عقیده ما شما کافی نمی باشه و به می جهت است که برخی دانشمندها که در کشورهای غربی اونا تنها اثبات وجود الله را می کنند و می گن که واقعا این جهان و کائنات باید آفریدگار داشته باشند، هیچ وقت ما شما اونا را مؤمن و مسلمان گفتن نمیتانیم تا با وقت و زمانی که به تمام عناصر ایمان اونا عقیده داشته باشند. قضیه ایمان به الله واحد و یگانه مستلزم تمام قضایای ایمان می باشه، چرا ایمان یک کتله است، یک کتله ایتو کتله قوی و مستحکمی هست که نه کوچکترین زیادت میپذیره، نه کوچکترین تنقیص میپذیره و نه کوچکترین تفکیک میپذیره. هر زمانی که در این عناصر کوچکترین زیادت صورت میگیره دیگه این کتله متلاشی میشه و از بین میره و هر زمانی که در این کتله کوچکترین تنقیص میآید این کتله متلاشی میشه و از بین میره و هر زمانی که در این کتله تفکیک می آید این کتله متلاشی می شود از بین می رود. و شما خودتان فکر بکنید که کتله ایمان و عقیده آنقدر حساس است، آنقدر حساس است که با کوچکترین زیادت و کوچکترین تنین نقصان متلاشی می شود و از بین می رود. پس به این خاطر است که انسان مؤمن و مسلمان مکلف است که تا در هر عرصه حیات و زندگی متوجه ایمان خود باشه، متوجه عقیده خود باشه و هن عناصر ایمان که یک مؤمن و مسلمان مکلف است که تا با او ایمان و عقیده داشته باشه و با ای ایمان و عقیده از این دنیا بره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. امر الهی است ایام کسانی که ایمان دارین از الله خوف داشته باشین، ترس داشته باشین، به حق ترسیدن. ولا تموتن و نمیرین الا و انتم مسلمون، مگر در حالتی که شما مسلمان هستین. یعنی حفاظت نمی ایمان و عقیده تا به دم مرگ یکی از مکلفیت های موت هست. دومین عنصر از عناصر ایمان آوردن به الله جل جلاله که در رابطه با او صحبت میکنیم و انشاءالله تعالی صحبت مفصل خواهد صورت گرفت و جمله مهمترین قضايا در رابطه با ایمان و عقیده و جمله مهمترین عناصر در رابطه با ایمان آوردن به الله جل جلاله می باشه عبارت از قضیه توحید و یگانگی الله واحد و یگانه است. قضیه توحید و بیان یگانگی الله جل جلاله متوجه باشین که یکی از مهمترین وظایف انبیاء علیهم السلام شمرده میشه. از آدم علیه السلام گرفته تا به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چیز پیغمبر و نبی که الله جل جلاله فرستاده از مهمترین کارهایشان در سرخط تمام فعالیتها و وظایفشان عبارت از بیان وحدانیت و یگانگی الله جل جلاله برای مردم بوده. پس قضیه توحید به حد قضیه خطرناک و به حد قضیه حساس است.
و جهت از اینکه انحراف انسان از راه راست و صراط مستقیم دین همین قضیه توحید آغاز میشه. انسان چی وقت منحرف میشه؟ انسان چی وقت از راه راست و صراط مستقیم انحراف میکنه؟ هر زمانی که در قضیه توحید انسان انحراف کرد. پس توحید چی را میگن؟ در لغت چی را میگن؟ در اصطلاح چی را میگن؟ برتریت و فضیلت توحید چی هست؟ اقسام توحید چی میباشه؟ و بالاخره دلایل اثبات توحید الله واحد و یگانه چی میباشه؟ و ما زمانی که الله را واحد و یگانه بشماریم یا چی چیزها واحد و یگانه بشماریم؟ کل از این چیزها امورات است برادر اسلام که در رابطه با مسئله توحید انشاءالله و تعالی ما شما بیان میکنیم. خود کلمه توحید یک کلمه عربی هست و با کمال تأسف بگیم بسیاری کسا حتی اینو نه تلفظ کرده میتونن و نه معنای درست از این فهمیده میتونن. از بسیاری کسا شنه دیگستون به گوش گناهکار خود که بین کلمه توحید و بین کلمه توهین تفکیک کده نمیتانست. و زمان که از او پرسیده شد که خب توحید دیگه چی معنا داره، گفت توحید یعنی توهین کردن، یعنی اهانت کردن و تحقیر کردن. او یک مسلمان است، طال معنای توحید و بین توحید و توهین تفکیک کرده نمیتانه. پس کلمه توحید در زبان عربی از کلمه وحده گرفته شده. وحده، یکی ما شما وحده داریم که هیچ شد نداره و یکی ما شما وحده داریم که هیچ مشدد است، یعنی شد داره، و هر دو کلمه از همدیگر فرق داره. هر زمان که ما شما وحده میگیم، وحده یعنی یکی، وحده یعنی تنها، وحده یعنی منفرد. و هر زمانی که ما شما وحده میگیم، بازی به معنای یکتا کردن، منفرد ساختن، یکتا دانستن، فعل چی میشه؟ متعدی میشه. پس کلمه توحید از کلمه وحده گرفته شده، به معنای یکتا کردن، یکتا پنداشتن، یکتا دانستن، یگانه کردن، به معنای توحید میآید و صیغه فعل تفعیل می باشه. وحد یوحد توحیدا با وزن تفعیلا و معنایش به معنای واحد دانستن، یکتا کردن و یگانه پنداشتن هر چیزی که مطلوب باشه. البته به نزد اهل لغت در زبان عربی است در رابطه با کلمه توحید، ولیکن هر زمانی که موتوم ایمه کلمه توحیده در علم عقیده که با شما در رابطه با او صحبت میکنیم تعریف میکنیم که توحید در علم عقیده دیگه چی میگن؟ توحید به نزد یک انسان مؤمن و مسلمان چی تعریف داره؟ توحید خود در لغت منفرد کردن، یگانه ساختن، یگانه دانستن هر چیز میگن. اما زمانی که با شما در دایره خاص عقیده داخل میشیم، باز این توحید معنا و مفهوم خاص را افاده میکنه. علماء علم عقیده میآیند و برای ما شما توحید تعریف میکنند. و قبل از اینکه توحید ما تعریف بکنم، آن چیزی که علماء علم عقیده برای ما شما تعریف میکنند، باید یادآور شوم که امروز اکثریت ما شما زمانی که توحید و یا وحدانیت الله جل جلاله را مطرح میکنیم، اکثریت ما شما به این ذهنیت هستیم که مراد از توحید و یا وحدانیت الله تنها در ذاتش است. اکثریت پرسان که میکنیم، چرا ما خود استاد هستیم و در صنف چیزان را درس میتیم و قبل از اینکه درس آغاز شود در رابطه با این از محصلین و شاگردان پرسان میکنیم که خب در رابطه با توحید تو چی میگی؟ وحدانیت و یگانگی الله یعنی چی؟ اکثریت محصلین زمانی که جواب میتن، اونا میگن که وحدانیت الله یعنی در ذاتش، یعنی به این معنی که الله در ذاتش واحد و یگانه. خب دیگه در دیگه چیزا یگانه تاش میگه در صفاتش هم واحد و یگانه است. کدام هم کس دیگه هم پیدا میشه که یک ذره خوانده باش میگه در افعالش هم الله واحد و یگانه است. اما چیزی را که از اکثریت مطلق ما تو نمیشنویم ایست که الله در عبادتش هم واحد و یگانه میباشه. این چیز هیچ در توحید ما تو داخل نمیکنه.
پس به می خاطر است که علمای علم علم عقاید زمانی که میآیند و توحید برای ما شما تعریف میکنند، برای ما شما توحید قسم تعریف میکنند که در برگیرنده تمام اقسام توحید میباشد، تمام اقسام توحید. و به می خاطر برای ما میگن که توحید عبارت از یک تا دانستن، یک تا پنداشتن و یک تا کردن الله واحد و یگانه در ذاتش، در صفاتش، در عبادتش، در ذاتش، در صفاتش و در عبادتش، در همه یزی الله واحد و یگانه است. و یا به عباره دیگر بگویم که آسانتر و ساده‌تر باشه، هر آن چیزی که متعلق به الله واحد و یگانه میشه، الله ده واحد است، منفرد است، یکتا هست. بس چی ذات باشه، چی صفت باشه، چی اسم باشه، چی فعل باشه، چی عبادت باشه، چی هر آن چیزی که متعلق به الله میشه، الله ده واحد و یگانه است. چرا خالق است دیگه؟ خالق است. باید که بین خالق و بین مخلوق فرق باشه برادر اسلام. اگر علی عیاذ بالله خالق هم مثل مخلوق واره شد دیگه، باز فرق بین مخلوق و خالق نمیشه دیگه. پس مادامی که الله خالق است، در تمام اموراتش واحد و یگانه است. لیس کمثله شیئون، کلمه شیئون نکره ذکر شده. و علمای علم نحو میاین برای ما بگن که هر زمانی که نکره در سیاق نفی واقع میشه، کلمه لیسا کلمه نفی است، نیست، یعنی افاده عموم میکنه، افاده عموم میکنه. لیسا کمثله شیئون، نیست بمانند الله واحد، الله واحد و هیچ چیزه، یعنی هیچ چیزه مشابه آن چیزی که الله جل جلاله میباشه نمیباشه، نه در فعل، نه در اسم، نه در صفت، نه در ذات، نه در هیچ چیزه. و از این جهت هست که در یکی از احادیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جهان آخرت میاین ما را خبر میتن برادر اسلام، در قرآن مجید و در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و شما برخی احادیث داریم که تصویر زنده جهان آخرت برای ما شما پیشکش میکنه، تصویر زندهش، تصویر مجسمش. و اگر نه آخرت حال برپا نشده برادر اسلام، سنت الهی است که آخرت قیامت برپا نمیشه تا با وقتی که جهان کائنات از بین نری. سنت الهی است، این الله فیصله کرده است که قیامت زمان برپا میشه که جهان کائنات پایش بسته چی شوه، برداشته شوه و فنا شوه. تا وقتی که جهان است او جهان برپا نمیشه. ولیکن قرآن مجید و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میآید و از برخی از امورات زنده و مجسم از او حیات زندگی برای ما شما اینجا پیشکش میکنه که تا ما شما ببینیم که همه از این چیزها حقیقت است. در یکی از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با کلمه ساق که از جمله صفات الله واحد و یگانه است و در سوره قلم که با حرف مقطعه نون شروع میشه، الله جل جلاله میفرمه که یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذله و قد کانوا یدعون الى السجود و هم سالمون. روزی که الله جل جلاله پرده بر میبرداره و بالاخره به اسلام کسایی که موحدین است و سجده به الله واحد و یگانه طلبیده میشن، اینجاست که یک تعداد کسا سجده کرده نمیتانند، پشتهایشان مانند شاخ گو سخت است، سر خدا پا موحد هستند، الله را شناختند ولیکن سجده کرده نمیتانند. خب اونا کی بودند؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اونا کسایی بودند که زمانی که در این دنیا برایشان ندای الله اکبر الله اکبر گفته میشد، ندای حی علی الصلاة و حی علی الفلاح زده میشد، ندای الصلاة و خیر من النوم دوبار در گوشهایشان گفته میشد، اونا سجده نمی کردن، قرار در لهو و لهب خود مشغول بودن، در کاروبار خود مشغول بودن. در این دنیا که سجده نکردی و در اون دنیا هم سجده کرده نمیتون. در رابطه با این حدیث، یعنی هدف ما ایسته که الله جل جلاله در تمام نهان چیزی که هست واحد و یگانه است و هیچ چیز به مثل الله واحد و یگانه نمی باشه.
در رابطه با تفسیر امی حدیث زمانی که علما برای ما میگن که پیغمبر صلی الله علیه و سلام میگن که در روز قیامت هر انسان هر چیزی که میپرستیده در روز قیامت برای از اون نشان داده میشه. و بالاخره اونا فکر میکنن که خدای ماست که تدام خدای خود یک جایی به طرف آتش جهنم میره. بودایی ها که بودا را میپرستیدن بودا برایشان نشان داده میشه. همه بودایی هم این همی خدای ماست میرسه یک درشت جهنم. گاو پرستان که گاو میپرستن گاو برایشان نشان داده میشه این همی خدای ماست برنست. هر کس که هر چیز را میپرستیده در اون روز برایش نشان داده میشه و همه پشت خداهای خود رفته و در آتش جهنم میفته. تا بالاخره یک مجموعه مردم در میدان حشر میمانه. ملائکه پرسیدند شما چرا شیشتگی هستین؟ شما چی؟ گفت ما خدایی را که میپرستیدیم ندیدیم. گفت خالمی اگه ببینینش میشناسینش؟ آه میشناسیمش. خب چی قسم خدایی را که ندیدی و میشناسی؟ این از این آیت استدلال میکنه که لیس که مثلی شیء و هو السمیع البصیر. این همینجاست که پروردگار الان پرده برمیدار داره و مؤمنان زمانی که رب خدا میبینند و بالاخره همشان به سجده میشن و اونجاست که باز قضیه وحدانیت و یگانگی الله جل جلاله به اثبات میرسه. پس قضیه توحید برادر اسلام متوجه باشین که یکی از مهمترین قضایای هست که علما میاین برای ما میگن که انبیاء علیهم السلام زمانی که فرستاده میشن هیچ وقت انبیاء نمی آیند برای مردمان نمیگن که الله وجود داره. نه، وجود الله فی الله شک فاطر السماوات والارض. آیا در وجود الله شما در شک هستین؟ ذاتی که پیدا کننده تمام جهان و خالق آسمان و زمین است. نه، بلکه انبیاء علیهم السلام می آیند و انسان ها را به طرف وحدانیت و یگانگی الله جل جلاله دعوت میکنه. از قوم نوح علیه السلام گرفته که الله جل جلاله برای ما شما بیان میکنه، قوم صالح علیه السلام، قوم هود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، داوود علیه السلام و بمی قسم یعنی موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام تا بالاخره که در عهد زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلام همشان برای قوم خود یک ندا میکنن، یک ندا: یا قوم اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله، ما لكم من اله غيره. ای قوم، ما الله را بپرستین، بغیر از الله دیگه هیچ معبود برای شما نیست، هیچ معبود دیگه برای شما نیست. در تمام دعوت انبیاء علیهم السلام که ما شما برمیگردیم برادران اسلام، در سرخط دعوت تمام انبیاء علیهم السلام قضیه وحدانیت و یگانگی الله در قدم اول قرار داشت. چرا؟ بجهت از اینکه الله واحد و یگانه به حدی بنده های ظالم و جاهل خود دوست داره. در بلخ آیات الله جل جلاله انسان به ظالم و جاهل توصیف کرده، زمانی که بار امانت برای آسمان ها و زمین و کوه ها پیشکش کرده شد و همه از برداشتن از او بلرزه و خوف آمدن، حمله الانسان، باز انسان آمد ای بار امانت الهی را برداشت. پروردگار عالم انسان توصیف انه کان ظلوما جهولا، انسان ظالم بود به جهت از اینکه با برداشتن از این بار امانت در حق نفس خود ظلم کرد. جهولا، جاهل بود، نادان بود، از سنگینی از این بار امانت نمیفهمید. کو از برداشتنش در لرزه شده. و به خاطر است که پروردگار عالم که لو چی میگه در آیه سوره حشر: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کو به مو بزرگیش، کو به مو استواری و استحکامش. الله میگه اگر ما این قرآن به کو نازل میکردیم کو پارچه پارچه و ریزه ریزه میشد. ولیکن میگه قلبای ما شما چقدر سخت است، آنقدر سخت است که این قرآن که در قلبای ما تو همه کوچکترین شورش نمیده. حالا تو میگه چقدر ما شما در این رابطه واقعا ظالم و جاهل بودیم. پس الله جل جلاله اینمی بنده های خود دوست داره و هر زمانی که اینمی بنده ها را گم میکنن، منحرف میشن، خدا را میشناسن، به وجود الله ایمان دارن، عقیده دارن، ولیکن الله را گم میکنن،
یکی او خدا را در پشت محتاب میپلا، یکی در پشت یک بت میپلش، یکی در پشت یک قبر شیشتا سای پالیده راییست، یکی در پشت یک انسان میپلش، یکی در پشت یک جن میپلش، یکی در پشت یک نبات میپلش، یکی در پشت یک حیوان میگم کده سای برا رسید. الله واحد و یگانه زمانی که حالت انسان ها را میبینه میفرسته یک نبی فرسته میره بری بنده ها را بایی که کجا میرین؟ راه هی طرف هست شما به هی طرف میرین. باز میایم بیا علیه السلام سب انسان ها را از عبادت خداهای متعدد منع میکنه. خدای واحد و یگانه را بپرستین، شما رفتین خدای متعدد را میپرستین. پس به می جهت است که الله جل جلاله می آید و برای ما شما از مهمترین بعثت انبیاء علیهم السلام یکی هم دعوت به سوی وحدانیت و یگانگی الله جل جلاله است. و علما می آیند برای ما میگن که انبیاء علیهم السلام می آیند و عبادت بالای انسانها تخفیف می کنند، سبک می کنند. انسانهایی که بار عبادت صدها خدا را در شانه خود گذاشته و یکیشم عبادت کرده نمیتونه، انبیاء علیهم السلام میای و میگه خدای متعدد بگذارین، از این چیز جور نمیشه، خدای واحد و یگانه را بپرستین. به جهت از اینکه اگر شما خدا در گره از این خداهای متعدد قرار میتین، بالاخره در نزاع و کشمکش بین از این خداهای متعدد هم خدا هلاک میکنین و هم جامعه تان در هلاکت میکشونین. وگرنه که شما الله واحد و یگانه را عبادت کردین، هم خودتان آرام میشین و هم جامعتان آرام میشین. همه چیزایی است که الله واحد و یگانه میایه برای ما شما یک یک بیان میکنه، ولیکن کو گوش شنوا، کو وقتی که این چیزها را ما شما بشنویم در حیات زندگی خود پیاده بکنیم. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. این همین قضیه توحید و قضیه تعدد پرستی است. الله مثال ها میتا برای ما شما. یکی از بهترین چیز آیه که قرآن عظیم الشان میایه برای ما شما بیان میکنه، بهترین مثال ها. ضرب الله مثلا، پروردگار الان مثال میتا برای شما. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل. آره دیگه بیا عقل تفکر بنداز دیگه. اینجا چی از کار عقل است؟ الله جل جلاله می فرماید که خداوند برای شما مثال می ده، مثال یک انسان را که در گروه خداهای متعدد و بادارهای متعدد متشاکس است. متشاکسون به معنای جنگره، متشاکس به معنای اعصاب خراب، متشاکس به معنای غضبناک. مثال یک برده و یک غلام بیچاره را میته که برده و غلام دارای چندین بادارهای متشاکس و جنگره است. هر کدامش سب میگه مستم. اینمی برده و اینمی غلام بیچاره در گلو اینمی بادارها قرار گرفته. و رجلا سلما لرجل، و مثال یک غلام بر دیگه دیگه براتان میتک که فقط یک بادار داره، یک بادار داره. حال شما انسان ها عقلتان را به کار بندازین. حالت نمی برده و غلامی که دارای چندین بادارهای متشاکس و جنگر است، حالت اینمی را یک ارزیابی کنین پیشتان که نمی غلام در چه حالت است. و حالت اینمی غلام و بردهی که دارای یک بادار است، حالت از این هم شما بررسی بکنین و بعد از او خودتان قضاوت بکنین که کدام حالت نیک است و کدام حالت خوب است و کدام حالت بد است. و بعد از این که به این نتیجه رسیدین، پس باید بفهمین که کسهایی که خداهای متعدد را پرستش میکنن از قضیه وحدانیت و یگانگی فاصله گرفتن و یقین حالت از اونها مانند حالت اونمو انسانی است که در گراو چندین بادارهای متشاکس افتاده و هیچ کدامش هم راضی کردن نمیتونه و بالاخره در بین کشمکش بین از این خداها خدا از دست میده و هلاک میشه. و رجلا سلما لرجل، و مثال کسی که یک الله واحد و یگانه را میپرسته و قضیه وحدانیت و یگانگی ایمان داره، بغیر از الله دیگر هیچ رب نداره، بغیر از الله دیگر هیچ معبود نداره، پس حالت از او انسان حالت اونمو انسان هست
که داره یک بادار باشه، اگه گفت بچه میشی میشینه، اگه گفت برو میره، اگه گفت بیا میایه، اگه گفت این کار میکنه این کار میکنه، خلاص دیگه کدام بادار دیگه نیست که اگه گفت تو بکو او بگه نکنه سه بیا ایران باره که من چی کنم و نموسته که در حالت نظام کشمکش. پس قضیه توحید یکی از مهمترین قضایا در حیات و زندگی انسان میباشه برادر استم، مهمترین قضایا، هم در دنیا و هم در آخرت. سرنوشت ما تو در دنیا با توحید گره خورده و سرنوشت ما تو در آخرت با توحید گره خورده. و اگر براتان بگویم که هدف از خلقت نمی آسمان و زمین فقط به خاطر اثبات اینمی مسئله که عبارت از قضیه وحدانیت و یگانگی الله هست، شاید این رابطه مبالغه نکرده باشه. به جهت از اینکه برادر اسلام قسمی که ما شما میفهمیم، یکی از مهمترین اهداف خلقت ما و شما عبارت از انجام دادن اعمال نیکو، بهترین اعمال میباشه. قسمی که الله جل جلاله در اولین آیات سوره ملک برای ما شما میفرمایه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا قضية برا موضوع فيصلة كرده ذاتك حياة زندگي وموت ومرغ پيدا كرد فقط بأي خاطر تاشمار امتحان بكنا ليبلوكم تاشمار امتحان بكنا اختبار بكنا ایوکم که تا کدام یک شما احسن و عملا بهترین عمل انجام میتین، بهترین عمل انجام میتین. البته سرنوشت ما تو در این دنیا در قضیه توحید گره خورده، بهترین عمل کدام عمل میگن؟ همه ما شما میفهمیم که بهترین عمل اونمو عمل است که و عمل الله جل جلاله از انسان چی میکنه؟ قبول میکنه. هر عمل را که الله از انسان قبول کرد و بهترین عمل است، اگرچه بسیار اندکترین عمل پیش ما و تو باشه، ولیکن زمانی که الله قبولش کرد دیگه او بهترین عمل میشه. چرا؟ الله جل جلاله انما يتقبل الله من المتقین. الله جل جلاله جز این است که قبول نمیکنه مگر از انسان های متقی. خب اینمی بهترین عمل چه شروط داره؟ کدام عمل الله جل جلاله قبول میکنه؟ متوجه باشین که یکی از مهمترین شروط قبولیت عمل انسان در این دنیا عبارت از ایمان داشتن به قضیه وحدانیت و یگانگی الله است. تا به وقتی که ما تو به وحدانیت و یگانگی الله ایمان نداشته باشیم، الله هیچ عمل ما تو را قبول نمیکنه. و هر زبانی که خدای نکرده در قضیه وحدانیت و یگانگی الله ما تو خلل وارد کردیم، چیز عملی که ما تو کده باشیم همش برباد میشه و از بین میره. قضیه بسیار مهم است برادر اسلام، به حد مهم است. قبولیت عمل ما تو، حفظ و نگهداری عمل ما تو، همه ازی با توحید و یگانگی الله جل جلاله گره خورده. الله عمل را قبول نمیکنه تا با وقتی که در توحید و یگانگی الله باشه. و هر زمانی که در عقیده و ایمان موتو قضیه وحدانت و یگانگی از بین میره، چیز عملی که موتو کردیم همش از بین میره. قرآن میگه و موتو میگه برادر است لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت. شرک چی میگه؟ شرک ذکر توحید است. و انشاءالله تعالی در این رابطه با شما صحبت مفصل میکنیم بخیر. الله جل جلاله همه ما شما را عمر بده، صحت بده و عافیت بده. در این رابطه با شما صحبت مفصل میکنه. ضد توحید شرک است برادر استم. والله جل جلاله برای ما تو میفرمایه هر زمانی که توحید در تو متزلزل میشه و شرک در تو رخ نپیدا میکنه، با متزلزل شدن قضیه توحید چیز عملی که کردی همیشه میشه از بین میره. پس قبولیت عمل ما تو در این دنیا در گروه وحدانیت و یگانگی الله هست و الله هیچ عمل از انسان قبول نمیکنه تا به وقت او عمل عقیده به وحدانیت و یگانگی الله باشه. خب بیایم بریم در آخرت چی گپ میشه. آخرت، در آخرت برادر اسلام یا جهنم است و یا هم جنت است. بس جهنم محل عذاب است، آتش است،
و بهشت جای نعمت است، سرور است و خوشی هست. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که هر زمانی که یک انسان تولد می شه، یک جای در جهنم و یک جای در جنت برای از او تعیین می شه. هم در جنت و هم در جهنم جای برایش تعیین می شه. هر انسان که از بطن مادر تولد می شه، یک جایگاه در جهنم و یک جایگاه در جنت برایش تعیین می شه. و بعد از او انسان توسط نمی عمل کرده خود یا ایسته که این جایگاه خود اختیار میکنه و یا ایسته که این جایگاه خود اختیار میکنه. و می خاطر است که الله جل جلاله کسایی که مستحق آتش جهنم و یا کسایی که مستحق نعمت های جنت میشن، اونا را برام اصحاب النار یاد کرده، اصحاب الجنه یاد کرده. و کلمه اصحاب موتو میفهمیم که با معنای دوست و رفیق میآید. پیغمبر صلی الله علیه و سلام می فرمایند برادر سام که هر زمانی که یک انسان تولد میشه از بطن مادرش، الله جل جلاله یک جایگاهی در جنت و جایگاهی در جهنم برای او تعیین میکنه. و بالاخره نمی انسان توسط عمل کرده خود یا ایستک جایگاه خود در جنت و یا یک جایگاه خود در جهنم اشغال میکنه. و به می خاطر است که الله جل جلاله کسایی که به اصلاح کارهای زشت انجام میده، اونا را به نام اصحاب النار یاد کرده، یعنی صاحبان نار یا صاحبان جنت. در اصطلاح ما شما کلمه صاحب مالک معنا میده، میگیم صاحب خانه، صاحب موته، صاحب دوکان. ولیکن صاحب در زبان عربی به معنای دوست و رفیق معنا میده. دوست و رفیق کسی که همیشه با اون انسان می باشه. و در رابطه با قضیه توحید و نقش از او در حیات و زندگی آخرت براتان بگویم برادر اسلام، که الله جل جلاله این فیصله کرده و این فیصله خود از طریق انبیاء علیهم السلام برای موتور رسانده و این برای ما شما بیان کرده که نجات انسان از آتش جهنم و دخول انسان در جنت فقط و فقط در گره و قضیه توحید می باشه. توحید یگانگی الله تا به وقتی که وحدانیت و یگانگی الله جل جلاله را از این دنیا با خود در جهان آخرت انتقال ندیم، هیچ وقت از آتش جهنم موت نجات پیدا کرده نمیتونیم. و تا به وقتی که قضیه توحید و یگانگی الله در قلب موتون نباشه، هیچ وقت دروازه جنت بروی موتو باز نمیشه. برادر اسلام این متوجه باش و این الله فیصله کرده است. پس نقش توحید در این دنیا ارتباط مستقیم با قبولیت عمل موت داره. نقش توحید در آخرت ارتباط مستقیم با نجات موت از آتش جهنم و مستحق شدن جنت می باشه. و به این جهت است که در یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با یک انسان مؤمن و مسلمان بر ما بیان میکنه که زمانی که الله جل جلاله را مورد محاسبه قرار میده، از زیر عرش الهی، از خزانه های عرش الهی صاحب در رابطه با صحیفه های اعمال از این انسان صاحب 99 صحیفه صاحب کمی باز میشه صاحب، که تا جایی که چشمش کار میکنه صاحب صحیفه ها دراز میشه، کل صاحب سیئات، کل صاحب گناه اینان میمانده که مردک چیه. خلاص میگه فیصله شد و از بین رفت. ولیکن الله جل جلاله برای از این بنده خوب میگه نه یا بنده، این روز نیست که ما در حق کس ظلم بکنیم، تو چیز دیگه هم داری. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه برای از این انسان که در مقابل به اسلام 99 صحیفه که تا جایی که چشمش کار میکنه برایش باز شده گیسته، در مقابل از این یک ورقی که به اندازه کف دست انسان از برای از آورده میشه، میگه امروز در حق تو ظلم صورت نمیگیره، یک صحیفه دیگه هم پیش ما هست. یا پروردگار چه قسم صحیفه، یا پروردگار 99 صحیفه با این صحیفه چی برابری خواهد کرد؟ نه، ما در اینجا همه چیز وزن میکنیم. و زمانی که صحیفه در ترازوی اعمال مانده میشه، تمام از 99 صحیفه همش به اصلاح چی میشه؟ سبک میشه و این صحیفه از همش کده سنگی تر میشه. و صحیفه عبارت از صحیفه لا اله الا الله هست، لا اله الا الله هست، صحیفه که در او وحدانیت و یگانگی الله بوده، همه گناه هایش از بین میبره.
و مستحق جنت میگردانش. پس قضیه توحید برادر اسلام یکی از مهمترین اهداف قرآن مجید میباشه که در آیات های متعدد خود با مثال های متعدد قضیه توحید و یگانگی الله جل جلاله برای ما شما بیان میکنه. و حتی یک سوره ای که همه ما شما الحمدلله او را یاد داریم و حفظ داریم که به نام سوره اخلاص نامیده میشه، بهترین سوره جهت اثبات وحدانیت و یگانگی الله هست. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آیات متعدد قرآن عظیم شان می آید برای ما شما بیان میکنه که و الهکم اله واحد، پروردگار شما واحد و یگانه است. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ای قوم ما الله را بپرستید بغیر از الله، هیچ معبود لایق و سزاوار پرستش برای شما نیست. و جمله مهمترین دلایل اثبات توحید الله واحد و یگانه که هم ما شما میتونیم که من حیث دلیل عقلی بگیریم و هم میتونیم من حیث دلیل نقلی از قرآن عظیم الشان بیان بکنیم. یکی هم آیات هست در سورت انبیاء علیهم السلام که الله جل جلاله برای ما شما بیان میکنه و باز هم میگه شما انسان ها عقلتان به کار بندازین، عقلتان فاعتبروا یا اولی الابصار. الله جل جلاله می فرماید که لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، ای انسان ها شما در این آسمان و زمین اگر نظر اندازی میکنین و اگر شما میگین که ای امورات و کائنات یکیش صاحب دست فلانی جان است، صاحب آسمان به دست بستانی جان است، صاحب زمین به دست فلان است و بستانها به دست فلان است، مثل که مشرکین مکه زمانی که بت‌های متعدد را پرستش میکردن و 360 بت تنها در اطراف خانه کعبه شریف، یکی بت باد بود، یکی بت باران بود، یکی بت رزق بود، یکی بت اولاد بود، یکی بت بحر بود، یکی بت شب بود، یکی بت روز بود، خدای متعدد سه تصرف کرده بودن سه آن چیزی که حق الله هست به بت‌ها و سنگ‌ها داده. الله جل جلاله برای انسان ها خطاب میکنه که عقلتان با کار بندازه. ای انسان لو کان فیهما آلهتون الا الله، اگر در این آسمان و زمین خداهای متعددی که شما زعم میکنین و گمان میکنین اگر وجود میداشت بغیر از الله واحد و یگانه، یعنی بغیر از الله واحد و یگانه قسمی که شما میگین اگر خداهای متعدد وجود میداشت، لفسدتا، پس این آسمان و زمین چی میشد؟ از بین میرفت، در نظام از این کائنات خلل وارد میشد. پس ای انسان عقلت به کار بنداز، آیا در نظام از این کائنات ما تو خلل را میبینیم؟ میبینیم خلل را؟ در شب و روز کدام تغییر میایه برادر اسلام؟ در برآمدن آفتاب مهتاب کدام تغییرات رونما میشه؟ برای ما انسان های پیدا میشه که شش سر داشته باشه، انسان پیدا شده که بشتا چشمایی در پشت سرش باشه، حیوان پیدا شده که برادر اسلام که نیمش آدم باشه و نیمش به اصطلاح مرکب باشه، نه، همه چیز به یک نظام واحد روان است و کوچکترین خلل در این جهان و کائنات دیدن نمیشه. پس انسان فکر بکو زمانی که در امورات نظام از این کائنات کوچکترین خلل را تو نمیبینی، پس به یقین بدان که خالق پروردگار از این کائنات همچی میباشه، واحد و یگانه میباشه. بهترین مثال جهت اثبات وحدانیت یگانگی الله هست که هم ما شما میتونیم که دلیل عقلی بگیریم و هم ما شما میتونیم که دلیل نقلی بگیریم. دلیل نقلی به جهت از اینکه اصل از این دلیل در قرآن عظیم الشان برای ما تو ذکر شده، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، و همچنان میتونیم که دلیل عقلی بگیریم به جهت از اینکه زمانی که ما شما این دلیل تحلیل میکنیم بازی یک دلیل میشه، دلیل عقلی میشه. به طور مثال ما تو میگیم زمانی که در یک کشور دو یا سه چهار پادشاه باشن و هر پادشاه بخواهی که داری از او کشور به دست بگیره، او کشور دیگه چی میشه؟ از بین میره و کشور پاشان میشه. همه ما شما ایره میدانیم که در یک کشور دو پادشاه نمیتونن که داره و کنترل تمام کشوره، حتما سب او کشور چی میشه؟ نظامش از بین میره.
و به عین شکل جهان و کائناتی که ما تو داریم، در این جهان و کائنات هم اگر خداهای متعدد می بودند، یکی صاحب آسمان اداره می کرد، یکی زمین اداره می کرد، یکی باد و باران اداره می کرد، یکی انسان اداره می کرد، یکی حیوان اداره می کرد، اینجاست که حتما در نظام از این کائنات اختلافات رونما می شد. خب چه قسم اختلافات رونما می شد؟ به جهت از اینکه خداهای متعدد زمانی که امورات از این کائنات می خواستن که تنظیم و ترتیب بکنن، حتما در بینشان اختلاف پیدا می شد دیگه. خدا خود یک ذات به اصطلاح قدرتمند است، عاجز خود هیچ وقت خدا شده نمی تانه. پس مادامی که به اصطلاح هم از ما قدرتمند بودن، حتما زمانی که خداها به هم دیگر اختلاف می کردن، این نظام و کائنات دیگه از بین می رفت. یکی از میگه ما شب می خواهیم، دیگه میگه من روز می خواهیم، من میگه نمی تو می کنم، دیگه تو می کنم، خلاص نظام از بین می رفت. ولیکن مادامی که نظام از بین نرفته و در نظام جهان و کائنات ما شما کوچکترین خلل لوار دیدن نمیتونیم، پس باید ما شما چی حکم بکنیم؟ عقل سلیم ما تو حکم میکنه که خالق و پروردگار و آفریدگار از این جهان و کائنات هم واحد و یگانه میباشد. و به این خاطر است که امروز به اثبات رسیده برادر است. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. امروز ما شما در هر موجودی که بریم، اگر جامد است، اگر گاز است، اگر انسان است، اگر حیوان است، اگر نبات است، زمانی که ما شما در خلقت از اون نظر اندازه میکنیم، عناصری که در خلقت انسان به کار گرفته شده، عین از اون عنصر در خلقت آسمان، عین از اون عنصر در خلقت زمین و عین از اون عنصر در خلقت نباتات، در تمام مخلوقات الهی یک عنصر کار گرفته شده و این خودش جلال بهی میکنه که خالق و پیدا کننده تمام از این اشیا الله واحد و یگانه میشه. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در خلق پروردگارت هیچ کدام تفاوت را دیده نمیتونستی. پس خودت بگو اگر خدای متعدد وجود میداشت، در این مخلوقات تفاوت ها وجود میداشت یا نمیداشت؟ پس مادام که در مخلوقات تفاوت ها وجود نداره، پس به یقین بدان که خالق و آفریدگار از این جهان و کائنات هم واحد و یگانه است. و این دلیل بنای من دلیل تمانع یاد میکنه. دلیل تمانع یعنی دلیلی که یک دیگر منع میکنه. در رابطه با این دلیل برخی کسا یک چیز دیگه هم میگن و او را هم بیان میکنیم و نقض از او را هم بیان میکنیم. میگه سعیز در صورت اختلاف، در صورتی که اگر خداهای متعدد در این جهان و کائنات میبود و اینا با هم اختلاف میکردن، میگه ما همراه شما هستیم که در حالت اختلاف حتما نظام از این کائنات از بین میرفت و این کائنات به این حالت نیه. ولی میگه ما امکان داشت، یعنی امکان داشت و کان الانسان و اکثر شیء جدلا. پروردگار عالم در رابطه با این مخلوق خود میگه که انسان بسیار مجادله کننده است، حتی در روز قیامت با پروردگار عالم مجادله میکنه، با پروردگار عالم زبان بازی میکنه. میگه خب میشد که خداها با هم اتفاق میکردن، اختلاف نمیکردن، اتفاق میکردن، یعنی به این معنی که خدا همه دست به دست میخوب. میگه برادر محترم تو آسمان نگاه کن، ما زمین نگاه میکنم، من نبات میگرفتم، اتفاق نظر. پس در حالت اتفاق بشه کدام مشکل با اینشان ایجاد پیدا نمیشد؟ مشکلی که ایجاد نمیشد باز هم اگر خدای تصرف آسمان میگرفت، آیا او به تصرف زمین قادر بود یا نبود؟ اگر نبود عاجز شد، اگر عاجز شد عاجز هیچ وقت خدا شده نمیتونه. پس و اگر بود چرا با خدای دیگه واگزارش کرد؟ دیگه چرا با او واگزارش کرد؟ ما چی وقت اتفاق میکنم؟ هر زمانی که ضرورت پیدا بکنم، در صورتی که ضرورت نداشته باشم چی مجبورستم برم کسی یک کسی بایستا چی بکنم اتفاق بکنم؟ ما یک پروژه میسازم، پروژه مثلا 5 میلیون افغانی کار داره و ما الحمدلله 20 میلیون افغانی در بانک دارم. حالا ما ضرر دارم که امرای عزیز شریک شوم، به امرای ما شریک شو؟ نه، ما چی وقت ضرر دارم؟ زمانی که ما پروژه میشدم 5 میلیون افغانی و دارم 2 میلیون افغانی پیش از عزیز پیش از بیای گنی پروژه رو میگه 1 میلیون تو 2 میلیون که 5 میلیون شه. پس در این صورت اتفاق هم چی میشه؟ وجود خداهای متعدد باطل میشه، به جهت از اینکه دلیل دیگه که شما در رابطه با رد از این گفته میتونیم که در اتفاق ترکیب است، در اتفاق ترکیب است و ترکیب از جمله صفات مخلوقات میباشه و هر آن چیزی که صفات مخلوقات است الله از او مبرا و پاک میباشه. در اتفاق ترکیب است و ترکیب صفات مخلوقات می باشه و هر آن چیزی که صفات مخلوقات است الله از اون بر و پاک می باشه. پس به این خاطر در حالت اتفاق هم چون ترکیب به میان می آید و ترکیب صفت خدا شده نمی تانه، پس به این خاطر قضیه چی میشه؟ باطل میشه. پس این همه جمله دلایل است که جهت اثبات
وجود الله واحد و یگانه برای ما شما پیش میشه و می اندازه انشاءالله تعالی اکتفا میکنیم. انشاءالله تعالی در درسهای آینده در رابطه با مهمترین قضایای توحید که بارد از اقسام و انواع توحید است یک یک انشاءالله تعالی ما شما صحبت میکنیم و مثالهای از او را با شما بیان میکنیم. مکلفیت و وظیفه هر انسان مؤمن و مسلمان در رابطه با او بیان میکنیم، چرا قضیه توحید به حد جمله قضایای مهم است که هر انسان مؤمن و مسلمان باید به صورت درست را درک بکنه. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اگر حیات و زندگی انسان فرق کرده از مهمترین عناصر این تسیرو فی الارض، برید زمین چکار بزنید. اگر این میراث رب العزت